اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یک مسئله ای که امروز توی الگوی معیشت ما مطرحه، کش و قوس میان افرادیه که به هر حال هر کدومشون توی حالا مسائل اقتصادی یک باوری رو بهش رسیدن، یک جنبندی رسیدند و طبق اون باور و جنبندی روی یک نقطه به در واقع در اجزای مهم اقتصاد اومدن سر یک میدون و میدانگاهی و دارن با هم دیگه زورآزمایی میکنند و طبیعتاً یه عده‌شون توی این مسابقه طناب کشی به سمت اون نگاه و نظرگاه خودشون میکشند و در مقابل عده دیگه‌ای سفارایی کردند و خب طبیعتاً اونها هم به همین شکل و خب گاهی زور اینا میچربه، گاهی زور اونا میچربه و مقامات و مسئولین هم طبیعتاً بسته به این که کدوم اینها زورشون بچربه از نظر منطق، از نظر قوت بیان و اقناع و اینکه بتونن افکار عمومی رو همراه بکنند به یکی از این سیاست‌ها یا به یکی از این نظرگاه‌ها از نظر سیاستی تن در میدن و اون رو اجرا می‌کنن. یکی از چیزهایی که الان خب خیلی توی فضای مسائل نرخ تورم موضوعیت پیدا کرده و ما هم قبلا بهش پرداختیم، بحث نرخ ارز و خب یک عده توی این موضوع نرخ ارز موضوع و مسئله تثبیت نرخ ارز رو روش تاکید دارند. یک عده میگن نه، ما باید بگذاریم بازار برای این نرخ تصمیم بگیره و خب نظرگاه طرفداران بازار دیدید که چقدر میاد توی فضای پارادایم و وادی که عهدنامه واشنگتنی شماره 1 روی اون تاکید داره، اینکه شما بگذارید نرخ ارز، نرخ برابری ارزها توی فضای بازار تصمیم گیری بشه دیگه، توی اون سیاست‌هایی که بود که رقابتی بشه نرخ ارز پنجمین جزء از سیاست‌های اجماع واشنگتنیه و بگذاریم رقابت در بازار بیاد نرخ ارز رو تعیین بکنه. خب الان می‌بینید که یکی از نظرگاه‌ها توی اقتصاد ما اینه که بگذاریم همین رقابت و بازار تصمیم بگیره، یکی از نظرگاه‌ها اینه که بگذاریم بحث تثبیت اقتصادی دنبال بشه، تولید تا جایی که میتونه تثبیت بکنه. کما بیش هم خب ما در دورهای مختلف اقتصاد دیدیم که دولت‌ها تمایل دارن به اینکه تا جایی که میتونن تثبیت بکنن، اما خب گاهی زورشون نمیچربه به دلایل مختلف و عملاً کار از دست در میره و همون اتفاق شوک درمانی دیگه، یعنی یک شوکی وارد میشه، نرخ ارز یک جهشی میکنه و قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه. یک عده میگن شما باید بتونید تا جایی که قدرت دارین توی این مسابقه طناب کشی نرخ رو نگه دارید، حتی نرخ رو پایین بیارید. یکی عده میگن نه، شما در واقع باید بیاید اجازه بدید که خیلی سفت و سختش نکنید، هر چقدر سفت‌تر بگیرید نیروی بازار میچربه، شما رو به سمت دیگه ای میکشه. حالا اونایی که میگن بگذارید بازار تصمیم بگیره، یه دشون هستن میگن که، یعنی تو اون فضای رقابتی شدن، میگن که اینکه شما بیایید به هر قیمتی تثبیت بکنید نرخ ارز رو توی سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و مثلا از فرض بکنید که اون منابعی که دارید توی حوزه نفتی یا فرآورده‌های نفتی مثل پتروشیمی استفاده بکنید، اینها بالاخره دارن یک ارزی رو به دست میارن، اینا دارن خوراک
تقریبا مجانی با نرخ‌های کاملا ارزان دریافت میکنن، مثلا گاز و مواردی از این دست رو میگیرند، نفت رو میگیرند، حالا نفت که میره تو حوزه پتروپالایشگاه ها، گاز میاد توی پتروشیمی ها، اینا اینو میگیرند و تبدیل میکنن به مواد پتروشیمی. بعد این مواد پتروشیمی رو میرن میفروشند، میفروشند یک ارزی رو به دست میارن. حالا این ارز اگر بیاد در داخل استفاده بشه میتونه نرخ ارز رو اصطلاحاً تثبیت بکنه یا تو پایین بیاره. اونایی که میگن که نه، فضا رو بذاریم رقابتی باشه، یعنی همین بازار تصمیم بگیره، الفاظ قشنگی هم گفتیم تو اجماع واشنگتن استفاده میشه دیگه، بذاریم رقابتی بشه، یعنی بذاریم بازار تصمیم بگیره، به قول بعضی از اقتصاددانا مگر این ارز بحث مثلا چیپس و پفک و تنقلات این چنینیه که بذاریم بازار تعیین بکنه؟ حتی شما تو اونها میایید در واقع نرخ گذاری میکنید تا جایی که بتونید مثلا نرخ مرغ و گوشت رو این کالای اساسی رو تثبیت میکنید. چطور تو ارز مثلا شما میگید که ارزی که رو همه اینا تاثیر میگذاره شما بذارید که بازار و رقابت ها تو بازار، حالا این رقابت ها هم رقابت من و شما که نیست، رقابت کیاست؟ یعنی تو بازار وقتی حرف از رقابت زده میشه، رقابت کسانیه که میخوان نرخ ارز رو تو این مسابقه طناب کشی، اصلا تو اون حرفی که آقای ریکارد میزنه میگه جنگ ارزی یک مسابقه طناب کشیه، تو این جنگ ارزی بالاخره هر کی زورش بچربه نرخ ارز رو به نفع خودش اون سمتی که میخواد میکشه. میگه بذارید اینا رقابت بکنن. خب کیا دارن رقابت میکنن؟ چه کسانی دارن بر سر نرخ ارز رقابت میکنند؟ خب طبیعتاً شما اگر جای پتروشیمیا باشین، خودتون بذارید جای پتروشیمیا، خوراک ارزان رو از یک سو بگیرید، بعد این خوراک ارزان رو بیا تبدیل کنید به فراورده، بعد این رو میاد چکار میکنید؟ میفروشید. این ارز هم به داخل نمیاد دیگه، از طریق حالا اون مجموعه هایی که معروفن به تراستی ها، یعنی معتمدین، اینها به فروش میرسه و بعد میاد این منابع حاصل از فروش اون محصولات پتروشیمی توی حساب‌های اون افراد معتمد ریخته میشه، اونا درصد خودشون رو برمی‌دارن، بعد حالا دیگه گوش به فرمان این صاحب اصلی اون ماده پتروشیمی هستن که حالا بگه این ارز رو کجا بریز. یعنی میگن این ارز مثلا توی حساب منه یا تو فلان حسابه، من درصدمو برداشتم، حالا شما بگو من چیکارش بکنم. حالا اون مجموعه پتروشیمی که در داخل در واقع این منابع رو از منابع ارزانی که دولت بهش داده تولید کرده، برده، فروخته، حالا صاحب این ارزه. حالا اینکه این ارز چطور به چرخه، با چه نرخی به چرخه، این در واقع روی نرخ ارز در داخل تأثیر میذاره و سایه میندازه. چون عمده تأثیرگذاری انواع ارزها، یعنی ارز نقد و ارز حواله، الان توی بازار ارز بیشتر اون حواله الان تأثیر گذاره دیگه. شما مثلا میخوای یه جنسی وارد کنی، حالا باید بری با این مثلا پتروشیمی که داره ارز تو فلان بانک صحبت بکنی، که این بانک هم در واقع حساب خودش نیست، حساب اون معتمدشه. اون وقتی باشه به توافق برسید نرخ ارز رو به ریال اینجا بهش بدید، اون برای شما میگه و اون منابع جابجا میشه، کاری که معمولا صرافا هم انجام میدن دیگه. حالا بحث اینه که الان مجموعه پتروشیمی گفته میشه، یعنی اونایی که طرفدار تثبیتن، یعنی میگن آقا باید دولت اینو نگه داره زنده تغییر بکنه، میگن که مجموعه پتروشیمی دارن خوراک ارزان دریافت میکنن، پس باید ارزی رو هم که نرخ ارزی رو هم که اینها میان چیکار میکنند روی محصولات پتروشیمیشون قیمت گذاری میکنند و میفروشن. حالا چه میخوان که عمدتا توی داخل اینا مد نظرشونه دیگه، حالا چون هم در خارج اینا میفروشن هم در داخل. مثلا شما اون ماده اولی که در بدنه لوازم الکتریکی و خانگی استفاده میشه، اون ماده اولی که توی لاستیک استفاده میشه، همش مواد پتروشیمیه دیگه. یعنی این تولید کننده محصولات پتروشیمی میان و این رو به اینها میفروشن. اینا چه نرخی بگذارن؟ الان بحث اینه
که آقا یه نرخی شبیه 4200 که هولوش 28500 بود شک گرفته بود، میگفتن آقا روی 28500 قیمت گذاری بشه. یعنی مثلا شما به عنوان تولید کننده لاستیک وقتی میخوای بری اون ماده پتروشیمی لازم رو خریداری بکنی از پتروشیمی ها، اونا میان اون ماده رو بر اساس نرخ دلاری که داره، مثلا نرخ گذاری که شده، میگن آقا ما این رو داریم میفروشیم مثلا هر کیلوش رو انقدر دلار، بعد شما حالا میخوای بیای بخری به عنوان طرف داخلی مثل اون طرف خارجی که باید به دلار بخره، شما باید به دلار بخری، بعد این دلاره رو ضرب در یک نرخی میکنن، میگن که مثلا 28500 مبنا باشه. دولت اومد توی مقطعی طبق دستوری که رئیس جمهور داد گفت آقا روی این 28500 فعلا تمرکز بشه. بعد خب این اومد توسط رئیس مجلس و فشار رسانه‌ای و دعوایی که شکل گرفت و اینها، یه عده خب میگفتن کار خوبی کرد دولت روی 28500 و یه همچین نرخی تثبیتش کرد، این باعث شد که در واقع تو این فرایند تثبیت خیلی از کالاهای مختلفی که دارن از مواد پتروشیمی استفاده میکنن نرخشون بالا نره، تثبیت بشه، چون نرخ از رفت رو 50 تومن و اینها، اینا هم میخواستن بیان این نرخ خودشون رو بالا ببرن. بعد یه دفعه من گفتن که آقا مگه این پتروشیمی ها از شما خوراکی از اون دریافت نمیکنن؟ خوراکی که دارن دریافت میکنن دولتیه دیگه، خب شما هم بیال براشون تعیین تکلیف بکن، بگو آقا 28500 در واقع بیاید و محصولات خودتون رو قیمت گذاری کنید. این استدلال اینا بود و اینا رو بالاخره براشون تعیین تکلیف بکنید که با این قیمت بفروشن. خب این باعث میشد که بله، حالا منی که دارم لاستیک تولید میکنم، منی که دارم لوازم مثلا خانگی تولید میکنم و اینها، با نرخ 28500 بتونم برم این رو خریداری بکنم، خب این نرخ رو این مقدار در بازار مواد پتروشیمی کنترل کرد. اون طیف مقابلی که میگفتن آقا این سیاست غلطه، شما نباید این کارو بکنید، که حالا بعدم اون طیف اومدند و از نظر رسانه‌ای سر صدا کردن و اینها، بعد دیدید که نامه‌ای که رئیس مجلس داد و گفتش که خب به جای 28500 باید اون نرخ اصطلاحاً بازار متشکل ارزی و اینها، اون فضای بازاری که بانک مرکزی داره درش نظارت میکنه و اینها، اون باید مبنا باشه و نرخ اون باید مبنا باشه، اصطلاحاً میگن ETS و اینها، اون نرخ باید مد نظر باشه و نرخ نباید توی 28500 توسط دولت نرخ گذاری بشه و این کار اشتباهیه و رئیس مجلس رو این پافشاری کرد و نامه زد و اینها، و خب دولت هم به تبع اومد این رو تغییر داد و اجازه داد که همین اخیراً این شخص رهبری هم توی صحبتایی که توی هفته دولت با اعضای هیئت دولت داشت گفت که اگر قراری همچین اتفاق بیفته، یعنی نرخ ارز به این شکل مبنا باشه و شما نرخ‌های ارز این چنینی رو که الان اومدید مثلا 28500 یا مثلا یه موقع میگه 4200 قبلا بوده بعد الان 28500، اینها رو بناست که بیاید و افزایش پیدا بکنه و اون نرخ مبنا بشه، برید مردم رو توجیه بکنی، همچین موضوعی رو عنوان کردن. و خب بعد این طبق اون چیزی بود که رئیس مجلس پافشاری کرده بود، گفته بود که این قانونی نیست، طبق قانون باید این نرخ گذاری انجام نشه به این شکل، و خب دولت هم دیگه اینو آزاد کرد و شما الان میبینید که این 28 و اینها رفته روی 38، یعنی 10000 تومان افزایش پیدا کرد. به تبعش هم الان پتروشیمی مواد اولیه خودشون رو که مواد در واقع اول مواد نهایی خودشون و مواد اولیه تولید کنندگان دیگر رو اومدن افزایش دادن و خب طبیعتاً این تاثیر میذاره روی نرخ خیلی از کالاهایی که دارن از مواد پتروشیمی استفاده میکنن، از اون آب معدنی که شما ظرفش رو از مواد پتروشیمی میسازید تا اون مثلا لوازم خانگی و تون لاستیک و مشنبا و همه اینها دیگه. یعنی یکی دلایلی که مثلا آب معدنی گران، اون آبش نیست، اون ظرفشه، اون ظرف و پلاستیکش از اون آبش الان ارزشمندتره. چرا؟ چون مواد پتروشیمی داره به این شکل قیمت گذاری میشه، الان 28 تومن دیگه نیست، رفت 38 تومن، خب طبیعتاً اونها هم گرونتر میشه.
الان مثلا این بحث لاستیک مطرح بود که الان لاستیک خودرو توی بازار کمه. خب خیلی از این فروشندگان لاستیک میدونستن یه همچین اتفاقی بناس بیفته. خبر این اعلام شد که رئیس مجلس روی این تاکید داره و نرخ احتمالاً 28 میره روی 38. خب دیدید که توی بازار لاستیک نمیفروختن تا این گرون بشه بتونن گرونتر بفروشن. همه اینها خلاصه اون قضایایی که اینجا وجود داره دیگه. ببینید چه دعوایی من حالا دارم سعی میکنم ساده این رو توضیح بدم که متوجه بشید که این اتفاقاتی که داره میفته از کجا داره آب میخوره. حالا این که بله اونا میگن 28 بمونه، اینا میگن 38 بمونه، کدوم دارن درست میگن؟ خب اونا هم چی طرف مقابل چی میگفت؟ اونایی که تو این مسابقه میگفتن که آقا بذارید بره رو 38 تومن و این نرخ گذاری رو اینچنین انجام ندید، اینا میگفتن استدلالشون این بود که اگر شما بیاید همچین نرخی رو تعیین بکنید، پتروشیمیا محصول خودشون رو به تولید کننده داخلی نمیفروشن. اینا میرن چیکار میکنن؟ اینا وقتی ببینن توی کشورهای خارجی میتونن محصولشون رو به دلار بفروشن، میرن اونجا میفروشن و بعد اون ارز رو به حال میارن تو بازار آزاد به نحوی یا به اون وارد کننده میخواد کالا وارد بکنه، میبرن با همون نرخ 50 تومان و اینها اونجا میبرن میفروشن و تو اون نرخ 40-50 تومان خلاصه کارو در میارن. و اون وقت این کسی که اینجا داره مثلا لاستیک تولید میکنه در داخل، لوازم خانگی تولید میکنه در داخل، نمیدونم ظرف آب معدنی تولید میکنه در داخل، این عملا مواجه میشه با اینکه اون محصول رو به اون با این قیمت نمیدن و اینم عملا دچار مسئله و مشکل میشه و اینها. پس این کارو نکنیم، اینا به این شکل عمل میکنن و استدلالاتی از این دست. اونا هم حالا از یک سمت دیگه میان به این شکل استدلال میکنن که این باعث میشه که اینا ترجیحشون فروش به خارجی ها باشه و خب در نهایت هم وقتی اینا تبدیل میکنن به ارز، میتونن ارزشون رو به این شکل گرونتر بفروشند و الاخر عملا تولید کننده داخلی شما مجبور میشه بره چیکار بکنه؟ این مواد رو گرونتر بخره، این مواد با اون قیمت به دستش نمیرسه و الاخر. ببینید در نهایت شما کاملا توی این فضا نمیتونید به یک جنبندی دقیق برسید. حالا یه موقع اینا میان زورشون میچربه میگن که خب ببین تثبیت بکنی نرخ اینجوری پایین میمونه و پیش میره کار. اونا میان میگن نه اگر اینجا تثبیت بکنی، اونا میرن به سمت این که محصولشون بیرون بفروشن و عملا این سو هم نرخ تثبیت نمیشه، موادی از این دست. تازه از یه طرف میگن که حالا وقتی این مواد گیرشون نیاد مجبور میشن برن وارد بکنن، وقتی میخوان برن وارد بکنن این فشار میاره رو نرخ ارز و گرونتر میشه اینا. یعنی شما اینجا وقتی اینها رو کنار هم دیگه میچینید میبینید که عملا باز اون موضوع رقابتی کردن نرخ ارز طرفداران بیشتری داره، منطق اینها میچربه توی این اتفاقی که الان براتون مثال زدم. یعنی یک نمونه بود دیگه، یک عده میگفتن آقا بیا تثبیت بکن با منطق خودشون که آقا شما داری به اینا خوراک ارزون میدی. حالا یکی نیست که اگر به اونا بگی که اگر شما پس داری به اینا میگی آقا نرخ رفت رو 38 تومن، از این طرف پس چرا داری همچنان بهشون خوراک ارزون میدی؟ خوراکشون هم بیا اینجا جبران کن دیگه. یعنی همینجا خوراک ارزون میگیرن، همونجا گرون به اصطلاح ارزشون رو یعنی نرخ گذاری با نرخ ارز بالاتر بکنن. بعد از اون طرف هم خب توی اون قالب که اینا نرخ ارز رو میتونن به اون طرف های خارجی که محصولشون میفروشن به این شکل بیان و همچنین قدرت هایی دارن و اینکه ارزشون رو چطور بیارن و نیارن، لزوما هم اینا حرف گوش کن نیستن، 100% حرف دولت رو کامل گوش نمی کنن. خلاصه یک داستان اینجا شکل میگیره. یه عامل این داستان میدونید موضوع تحریم هاست دیگه. خب بالاخره ما چون تحریمیم، اونایی که میتونن تحریم رو دور بزنن یه جورایی دولت هم به اینها وام داره، از این حیث دولت هم به اینا نیازمنده، شاید این لفظ بهتر باشه، مجبور با اینا راه بیاد. یه طرف قضیه اینه، یه طرف قضیه هم اینه که اینا بالاخره این منافعی که اینجا 10,000 تومان بالا رفتن یه چیزی عدد کمی نیست، اینا بالاخره براشون این منفعت داره این قضیه و میرن فشار میارن، چونه زنی میکنند، درگیر میشند، از نظر رسانه‌ای
افکار عمومی رو، بعد کارشناسان خودشون رو، بالاخره یعنی این فضا رو شما برید مطالعه بکنید و بررسی بکنید، ببینید که یک همچین اتفاقی میاد میفته و خب چه چیزی در نهایت از این روی کرد حمایت میکنه. از یک سو از نظر تئوریک بحث رقابتی کردن نرخ ارز که اجماع واشنگتنی میگه، از سوی دیگه موضوع تحریمایی که ایالات متحده میکنه، یعنی اون سو اومده آمریکا شما رو تحریم کرده، یک همچین رانتی رو، یک همچین حاشیه امنی رو برای مثلا پتروشیمیا یا اونایی که میتونن جنس خودشون رو بفروشن ایجاد کرده، یک کارمزدی اونجا تراستی ها و معتمدین میگیرن و یک داستانی هم اینجا در داخل شکل میگیره که آقا اگر اینا جنسشون رو پایین قیمت گذاری بکنی، اینا هی آرام آرام مجبور میشن که جنسشون بیشتر برن در خارج بفروشن، چون ترجیحشون به اینکه قیمت بالاتر بفروشن، و بعد در نهایت کار ختم میشه به اینکه 28500 اون ماده پتروشیمی عملا بنز کافی نیست، اون بخواد گرونتر بخره مجبور میشه که بره از بیرون وارد بکنه یا با نرخ بالاتر بخره. عملا اینجا این اتفاق باعث میشه که اون چیزی که شما دنبالش بودید، یعنی 28500، محقق نشه و اتفاق نیفته و پیش نره. این همه اینها و همه این زنجیره داره رو شاخه چه چیزی میچرخه؟ داره رو شاخه دلار میچرخه. یعنی که شما نیازمنده به ارزید، نیاز دارید که ارز اینجا داشته باشید، حالا دلار یا هر ارز دیگه‌ای، و موضوع به خاطر اینکه شما وابستگی دارید به دلار و اون سیطره واقعی دلار مطرحه و این نرخ‌گذاری ها داره به این شکل میچینه کنار هم دیگه، داره کار رو به اینجا میرسونه. چه اونایی که میگن آقا بیا رو 28500 نگه دار، چه اونایی که میگن آقا نه 28500 نگه دار، برو رقابتی بکن که اون پس عقبه در واقع فکری و در واقع سازوکار اونها همین بحث رقابت کردن ارز اجماع واشنگتنیه و بعد این منطقهایی که میچینن کنار هم دیگه. اما در نهایت شما به عنوان دولت و به عنوان حکومت می‌تونید یه کار بالاتر و مهمتر انجام بدید، اون چیزی که ما بارها و بارها روش تمرکز کردیم، بهش پرداختیم که آقا چرا اینا باید به دلار بفروشن،